خدا سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به دنیای برنامه نویسی من وحید رحمانی فرد هستم و امروز با یک ویدیو جدید از طریق کانال آموزش vآr education میهمان شما خواهم بود امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجه شما قرار بگیره در این جلسه قصد داریم بریم سر وقت طراحی یک کامپوننت به نام کارت یه همچین شکلی رو داره به صورت ابتدا به ساکه که حالا مشخص میکنه که تو این باکس ما در تو با کد میخوایم صحبت کنیم یه آیکون مرتبط هم داره و وقتی موس رو بچه هاور میکنیم روی اون تبدیل میشه به این یعنی این آیکون میره گوشه رنگ عوض میشه اون نوشته هایت میشه و حالا اون حالت کد میادیم بالا نوشته میشه دیگه میدونیم که توی چه باکسی هستیم در تو با چی میخوایم صحبت کنیم و باتن ریدمور و اینجور چیزها رو داریم یه با نحوه طراحی اون آشنا میشیم به صورت ریسپانسیو اون طراحی خواهیم کرد که حالا اگر صفحه بزرگ و کوچیک شد متناسبا این هم از خودش ریاکشن نشون بده و ما مون رو همیشه یه طراحی خوب متناسب با سایز صفحه داشته باشیم بحث فلکس باکس داریم اینجا آشنا میشیم باش و بحث آل ترانسفورم ترانزیشن اینها رو هم داریم که در قالب این ویدیو باهاشون خیلی کار خواهیم کرد بریم ابتدا یه دمو کامل ببینیم که حالا ما چهار باکس اونجا طراحی کردیم چهار تا کارد مختلف هستن و بعد هم میریم در ویس کود و کار توسر رو از تا انتها با هم پیش میبریم خروج این جلسه بچه هایی همچین شکلی هست که حالا ما چهار تا باکس مختلف داریم یک آی آیکون داره و یک رونه هم تکس روش که گفته مثلا این باکس دیزاین هستش باکس کود باکس لانچ و باکس ارن در آمدمون ها چیزه مختلف و وقتی من موس رو اینها میبرم یه انیمیشن خیلی کوچولو این حالا آیکونه میاد این گوشه قرار میگه و اینجا سری توضیحات رو میبینیم و آی دکمه رید مور هم داریم وقتی برای برمی حالت عادی و به همین صورت برای همشون حالا این قابلیت ریسپانسیو شدن رو هم بهش اضافه کردیم یعنی که حالا من اگه اینجا یکم فرم رو کوچولوتر کنم از این طریق بیان فرم رو کوچیک کنیم تا مثلا سایز 992 پیکسل به بعد. به قبل یعنی ماکسیم آفیس او اون پیکسل باشه اینا میاد زیر هم قرار میگن دیگه ستونی نیستش ولی خب انیمیشن دقیقا مشابه به همون حالتی هست که داشتیم وقتی میم روش آیکانمون میره کنار اون تکست هایت میشه و نوشته رو من میبینم و اگر حالا خیلی کوچکترش کنم میام در سطح موبایل دیوایس یه همش حالت میگیره یه وقتی میم روش این حالت افکت اینجا میاد بکگراند قرمز رنگ یا صورت رنگ میشه و اون نوشته هم میره که حالا بفهمیم الان این اکتیو هستش و سایرین هم به همین صورت روی هر کنیم که بریم این اتفاق میافته و خب برگردیم حالت عادی یکم بزرگتر به صورت باکس های یک ستونه قرار میگیرن اوکی و وقتی هم که کاملا بزرگ شده فاین بندیم باکس های در حالت مارچس دو در دو قرار میگیرن طرح جالبی هستش ایده های خوبی توش داره و بهتون میتونه برای خیلی جاها کمک کنه و خودش هم حالا مثلا برای بخش اور سرویسز و اینها میتونید استفاده کنیم طرح جالبی بریم به تا نحوه پیاده سازی این بخش رو با هم ببینیم اگر از VS Code استفاده میکنید پیشنهاد میکنم اکستنشن لایف سرور یا پریویان وب سرور رو اینستال کنید این دوتا به شما این قابلیت رو میدن که خروج کار رو به محض اینکه تغییرات در فایل های ورکینگ دایرکتوری اتفاق افتاد و سیو شدن توی خروج توی حالا مرورگر تو مشاهده کنه و نیاز به رفرش کردن اون نباشه پریویان وب سرور هم این قابلیت میده که ما به صورت سایت پنل توی خود VS Code خروج رو ببینیم از خیلی از فیچرها ساپورت میکنه و معمولا از این استفاده میکنیم برای اکثر مطالب این دوره آموزشیمون پریچر هم خب انعکس کنیم به علت فرمت بندی کردن و حالا کالرایز کردن و چیزای اینجوری خانایی ظاهری کد هاتون رو بالا میبره و خیلی راحت میتونید میتون کد ها رو تریس کنید خب بریم سر وقت کار اصلی خب کار اینجا بچه شروع میکنیم فقط یه نکته ای که اینجا من یه تعداد آیکون هم آوردم که حالا توی ریپوزیتوری گیت هاب قرار میدم میتونیم ای هم استفاده کنید آیکون های مشابه رو خودتون بردارین برای ترمین حالا سرچ کنید تو اینترنت هست زیادم هستش جای ها قرار بدیم یه داکیومنت HTML میگیریم اینجا میگیم که کارت هاور خب اولین چیزی که داشتیم بچه ها من همه این حالا چهار تا باکسی که داشتم رو توی یه دونه کانتینر میخوام بذارم که بعدا کانتینر که روی ایشون بیام استایل بدم حالا دیسپلیش رو از طریق فلکس کنترل کنم و بتونم اون ساختار پویایی که مد نظرم هست رو ایجاد کنم مورد بعدی یه دیو میخوام با نام با کلاس کارد این کلاس کارده حالا هر کدوم از اون دیوهای هر کدوم از اون باکس که داشتیم یه دونه کلاس کارد هستن در حقیقت که اینو بعدا حالا فرمتش میکنیم استایل بهش میدیم تو دل این من دو بخش دارم یه بخش دارم برای ایمیجم که یه دونه دیو میگیرم با کلاس IMG باکس جایی هستش که ایمیج من قرار میگیره پس IMG ما هم اینجا میذارم فعلا سورسش رو نمیدیم تا حالا بعدا و بعد یه دونه بخش هم دارم به نام کانتنت که حالا همون تایتلی که داشتیم متن زیرش و اون دکمه رید مور رو همونجا خواهیم داشتش خب اینجا پس من یه دونه h 3 میگیرم برای تایتلم برای, برای اولی دیزاین بودش دیزاین یه تگ پی میگیرم که حالی متن لوره میپسون بیارین من حالا کپی کردم میتونید از تو اینترنت پیدا کنید زیاد هستن یه کوچولو بیاریم که حالا اونجا نشون بده به ما و بعدم یه دونه تگ ای داریم به جای قرنس اشاره کنه و اینجا میشه read more خب این از این IMG آی اولمون رو هم حالا من از این کپی بگم آها یه نکته دیگه هم من برای ایمیج میخوام این تایتل uh, این حالا چیزی که من تایتل هستم زیرش uh, بنویسم اگه دقت کردین اونجا داشتیمش توی حالت که uh, روش هاور نکرده بودیم ببین من اینجا از دیتا تکست استفاده می‌کنی دیتا داش تکست یا دیتا داش تکست بهش میدیم همین عبارت رو من اینجا میذارم که بعدا حالا از این بهتون میگم چجوری استفاده کنیم آپشن خوبیه خب یک کلاس کار رو برمیدارم چهار تا کپی از این میگیرم دو تا سه تا چهار تا اوکی okay. خب بیایم بالا به ایشون بگیم آقا شما design.png رو بعد نشون بدید اوکی همینجا هم کلیک راست میکنیم و پریویو آن سایت پنل رو میزنیم خب او این اول آورد که حالا بک‌گراندمون هم سفید هستش معلوم نمیشه برای بعد بعدیه ایشون بچا قرار این قرار مثلا بذاریمش لانچ بذار اینو یه دونه کنترل دی هم بزن که بچا سلکت کنه با هم میگیم لانچ اوکی تصویرش رو همینجا بدیم launch .png. بره بعدیه برای می میگیم که مثلا earn باشه درآمدمون ایشون هم میذاریم earn earn.png و اکس آخرمون launch رو زدیم دیزاین زدیم کود حالا ترتیبش تو با اون دمایی که با هم دیدیم متفاوت و اینجا میگیم code.png اوکی پس این چهارتا رو اینجا گذاشتیم حالا اگه سلیکت کنیم تصاویرمون رو حالا بگرام بهش بریم ببینیم داریم خب این از این فعلا دیگه اینجا کار نداریم فقط فایل سی اس اس مون رو میخوایم لینک کنیم همون اسمش استایل.سی CSS هست و مشکل نداره خب من از فونت پاپینز می‌خوام اینجا استفاده کنم این فونت رو توی گوگل فونت ها می‌تونید برید و بیارید حالا نمونه‌اشو اینجا خدمتتون میگم سایت گوگل فونت رو می‌یارید فونت پاپینز رو سرچ می‌کنید و اینجا میتونیم بیان استایل های مختلف مثلا ایتالیک بودن و ویت های مختلفش رو بهش بدین و در نهایت یه دونه ایمپورت به شما میده یه دونه ایمپورت میده چرا نداد ایمپورت رو اینجا به اتصال ایمپورت باشه این ایمپورتر رو کپی میکنیم میاریم که حالا من ویت های مختلفی که میخواستیم باشه رو آوردم اینجا و پیست میکنم اوکی خب میگم آقا کل عناصری که تو صفحه هستن مارجین پدینگ نمیخوام هر جا نیاز شد خودم میدم پدینگ باکس سایزینگ هم بوردر باکس باشه یعنی فضایی که بهت میدم شامل بوردر و حالا پدینگ و ها باشه بوردر کم داریم. نداریم اینجا ولی پدینگ داریم و فونت فامیلی رو هم بیا ببر بذار روی پاپینز و اینجا سان سرف اوکی خب این هست ببینیم سر وقت بادی میگیم آقا ما یه مش چیزایی داشتیم یه دون آنتور که بیشتر نده اونم وسط چین بود دیگه بادی دیسپلی فلکس رو استفاده میکنیم برای وسط چین کردن خیلی خوبیه Uh, justify content center uh, align items هم سنتر برای اینکه حالا الائن آیتمز به صورت ورتیکال درست کار کنیم این هایتمون رو هم میذاریم روی کل ویو پورتمون کل ویو رو بهش میدیم بکگراند رو هم یه رنگ حالا تیره ای می میخوایم بهش بدیم میگیم نام به تو 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 یه رنگ خاکستری مانند تیره خب این هم آیکون هامون که به صورت حالا متناسب با دیزاین و لانچ و ارنو و, و کد خب این از این uh, یکم فضا رو هم اینجا بکشیم تا حالا کاری که میکنیم مشخص تر باشه میایم تو خود کانتینر داد کانتینر بگیم که آقا ویدس شما ارزتون حالا اون ارزی که داریم من میخوام هزار پیکسل باشه اوکی اینو هزار پیکسل بهش میدیم و بعد به اینم میگیم آقا شما میخوام دیسپلی فلکس باشه دیسپلی فلکس حالا نکته ای که داریم اینجا اینا رو کنار رو هم گذاشت میگم فلکس رپ میخوام بکنی فلکس رپت رپ باشه یعنی چی اینو حالا ویدیو دمون فلکس هم دارم تو همین شما همش کامل نگاه کنی میام شروع کنم گذاشتن اگه دیدی فضا نیست نمیخوام اینا رو جمع و جور کنی ببرشون خط بعدی سیو که کنیم یه دونه میذاره حالا ولادت که به این سایز ندادیم بعدی نمیشه میاد سطر بعد 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 که حالا بعد درستش میکنی و یه مارجینم حالا میخوایم بهش بدیم مارجینال باشه تا بعد بر بدیم بریم سر وقت کارت فعلا پایین این آقای کانتینر شما یه سری دات کارتای های داخلت هستش میاره پوزیشن اینا رو بچا رلاتیو میکنم خود کانتینر نیاز داره نیاز, نیاز بعدا میذاریم یعنی که یه اس عناصر تو اینها هستند احتمالا ما بخوام اونها رو جابجا کنیم پس نتاب به پرنت نان استاتیکشون بعد کار کنیم که ما اینو رلاتیو میکنیم میگیم تو همون فلو اوردر داکیومنت باش حالا یا خودت یا بچهای داخلت رو بعدا شاید خواستیم جابجا کنیم خب میایم اینجا به آقای کارت میگیم که هایت تو من میخوام بدم 250 پیکسل کلا ارتفاع 250 پیکسل داشته باشی اوکی بک‌گراند هم بهش بدیم بگیم بک‌گراند شما سفید باشه و بعد بیت سیت رو میخوام بدم 45 درصد دو تا 45 درصد یعنی بچا که بدیم دو تا دو تا کنار هم قرار میگیرن مارجین هم بتونیم از اون بالا هایی که فاصلهش بدهیم میگه مارجین شما 20 پیکسل از کلی اطراف 20 پیکسل فضا بگید. فاصله بید خب اینجا ایشونم هم بچه ها چسبیدن به هم دیگه میان میگیم آقا مارجین هم بهشون بدیم میگه از بالا و پایین مثلا سی پیکسل فاصله بگیر یا کناره ها رو نه کار نهاره. نکته بعدی که بچه ها هستش اینه که ما این تو این داریم اونها رو می‌خوایم فرمت بندی کنیم و اونا هم میام از دیسپلی فلکس استفاده می‌کنیم که حالا بعداً بهتون میگیم چیکارا میتونیم باش بکنیم خب این از این اینا بچه‌ها میتونستم من بالا بیام گپ بدم به جای مارجین فرق نمی‌کنه حالا ما اینجا مارجین گذاشتیم به خود الاسترام میتونیم اینجا به این فلکس بگیم گپ بین شما باشه حالا بریم سر وقت میگم اینجا فضا مون حالا ما اینها رو داریم ولی بعد من سعی میکنم که تو محیط هم هی بهتون نشون بدم چه اتفاقی داره میفته چون اینجا به اون چیزی که میخوام خوب باشه نشون نمیده بعد از این بریم سر وقت ایمیج باکسمون دیگه میگم آقای کارت شما یه دونه آی ایم جی باکس هم داخل وجود داشت خب تو این آمی... آی ام باکس باکس بچا پوزیشن ابسولوت میخوام همه چیز خودم تعیین کنم میتونم بگم تاپ صفر کل فضا رو میخوام بگیرم لفت صفر ویت 100 درصد هایت هم 100 درصد اوکی پس کل فضا رو گرفتش اگه بک‌گراند بهش بدم میگم آقا یا بک‌گراند شما نمبر 33 یه پرده بوشت از بک‌گراند اس پس اومد روی قو... رو قرار گرفت حالا محض اینکه میتونید زد ایندکس رو هم بدین یه همیشه اگه جدی تغییر این رو باشه اوکی این اومد روی دوستان قرار گرفتش ما میتونیم بچه بیام اینجا به جای این کاره یعنی اگه اینو برداریم Uh, بیایم بگیم این صفر این از چهار طرف خودش رو میچسبونه تاپ لفت رایت باته اما تو انیمیشن دادن اون مشکل ایجاد میکنه حالا بعدا بهتون نشون میدم که تفاوتش چی هستش خب این از این. به این دوستمون هم میگیم حالا خودت فعلا هستی میخوام همه چیزت هم سنترایز باشه بیا پس دیسپلی تو بذار فلکس جستیفای content سنتر uh, content سنتر الاین آیتمز هم سنتر اینجا همه وسط قرار میگیرن اوکی خیلی هم خوب آه. و اگه چیزی هم ازت زد بیرون اینو هیدنش کن اوکی این هم حال بعدا یادم هستش که بردارم تفاوت بهتون بگم چی سر اون متنی هست که میخوایم بنویسیم خب بیایم اینجا میگیم که اینو برداریم میگیم آقا اگر که این آقای کارت هاور شد یعنی مصرف فروش من میخوام بالای سر این ایمیج باکس بیارم میگم میخوای چیکار کنی میگم بیت سایتش میخوام بکنم 150 پیکسل کلا آیتم 150 پیکسل بعد لفتشو میخوام بدم هفت منفی 75 پیکسل حالا چه منفی 75 پیکسل بچا چون میخوایم وقتی میایم روش هاور میکنیم این این اومد اینجا نصفش داخل باشه و نصفش بیرون باشه اوکی و این کارم خیلی تند انجام میشه پس بهتر بیام اینجا بیم ترانزیشن میخوام این اتفاق تو نیم ثانیه اتفاق بیفته و تایمینگ فانکشن از این اوت یعنی ابتدا تاش یه نامه با تاخیر حالا اسم انجام میشه میبینید که با این انیمیشن خیلی کوچولو میره بالا خب تا پیش رو میخوایم چیکار کنیم اه. میتوزیم بچا این لفته رو هم ببینیم منفی 50 درصد بدیم منفی 50 درصد نه این رد بیرون فایده همون 75 پیکسل رو میتونم بهش اوکی برای تاپ تاپو من میتونم بیام میگم میخوام وسط قرار بگیری دیگه تاپو میبینی 50 درصد میام 50 درصد بیا پایین اوکی اینو من از وسط خود این گرفت حالا من بر اندازه نصف خود این هم اینو ببرم بالا میتونم بگم که بیا ترانسفورم کن ترانسلیت وای منفی 50 درصد پس نصفی هم برو بالا حالا رو این کار کنیم ببینید که دقیقاً که وسط قرار گرفت یا ایشون حالا اوکی وقتی هم برم داریم برمی داریم برمیگرد این دوتا رو میتونیم ترکیب کنیم بچه ها از طریق تابع کلک این خیلی باله میگیم که آقا حالا چون سایز ها رو من میدونم ما میگیم که کلک کلک کن پنجا درصد دوست دارم بیای پایین من های 75 پیکسل این 75 پیکسل رو داریم دیگه چون میدون نصفش میشه 150 میشه 75 اینو برمی دارم پس اینجا بیام میبینی که همون اتفاق داره میفته اوکی پس اینجوری خیلی هم بهتر و انیمیشن رو بچه ها نسبت به حالت قبلی حالت قبلی رو نگاه کنید با هم ببینیم کامنت کنیم کامنت از این میگیریم تکرار میکنیم اینشون رو که آقا برو رو پنجاه درصد بمون و اینا هم بعد اینجا بچه دو تا عمل من دارم انجام میدم وقتی میبرم میبینی یه تکونی میخوره انگار یه حالت پرش جام شدنی داره و وقتی هم یه حالت میره بالا دوباره میاد پایین این که این دو تا کار داره دا این کار داره تو دو تا استپ انجام میشه اما حالت بالایی نه این کار توی استپه خیلی اسموت از بالا پایین جمع میشه میره اونجایی که بعد قرار بگیره و برمیگرده پس این یه روش بهتره برای انجام این کار وقتی میخوایم روش انیمیشن بذاریم خب اه... یه بک هم بهش بدیم دیگه بک گراوند کار اینجا میگم آقا بک کالر شما نام به یه رنگ صورتی داشتیم و قرمز صورتی که خب اینم دیگه میذاره و توجهات به خودش جلب میکنه و فقط این دوستان چرا به هم چسبیده هستند یه چک میکنم اینجا من بردارم بیدشون بذاریم اینجا آه بچه ما باید بیایم به خود چیز بگیم که آقا جستیفای کانتنت به صورت هوریزنتالی میخوای اینو حالا جستیفای یا الان کنی چیکار کن space بیتوین رو استفاده میکنی میگه این فاصله زیادی هست بنداز بین عناصری که داریم اوکی پس اینو الان از هم دیگه فاصله گرفت. اوکی حل شد مورد بعدی حالا بعد از ایمیج باکسمون اون نوشته هست که حالا زیر اینها میخواستیم بنویسیم من میام اینو برمیدارم آقا بیا اینجا یه سود المنت میخوام بزن بچه ها. میگم که فور خب یه کانتنت داره کانتنت تو خیلی وقتا ما استفاده نمیکنیم برای این جوجه ها خوبه میگه مقدارش چیه ما میتونیم مقدار ثابت بدیم که الان این پشت همشون اس رو میذاره یا میتونیم بیان بگیم آقا از اتریبیوت استفاده کن ای تی اون دیتا تکستی که اونجا گذاشته بودم رو اینجا برام بیار اوکی پس الان دیتا تکست همه میاد کنارشون مینویسه پس این خصوصیت این دوستمون هستش اتریبیوت uh, تابع اکتیچا برای خوندن اتریبیوتی که اونجا ست کرده بودیم خب ایشون هم میگیم ابسولوت رفت اون وسط افتاده فعلا حالا میگیم آقا بیا به چسب به پایین با تم صفر لفت هم صفر بدیم اونم چسبید به این پایینه اما حالا این پایین پایین هم نمیخوایم باشیم میگه آقا ویت ست کلا 100 درصد باشه اوکی کل فضا رو بگی وسط چی بودیم تکسلاینمون رو میدیم سنتر بیاد وسط قرار بگیره فونت سایز رو بهش میدیم 6M بزرگش میکنیم خب بزرگ شدن آخو چقدر بزرگ شد و یه کالر هم بهش بدیم بگیم که RGBA یه یه رنگ حالا خاکستری کم رنگ بود دیگه میگیم آقا 255 255 255 و آلفای 500 که اون حالا پشت سحنه این رو داریم و بعد هم میگیم که دیگه چی بدیم بهش؟ یه فونت ویت هم بدیم فونت ویت 700، تو پرترشون میکن اوکی این از این اینو الان داریم حالا یک کم بکشیم این وضعیتش بهتر میشه حالا تو اینجا خیلی کوچولو شد و چون اوورفلوش هم حالا چیز کردیم دیگه بیرون نمیزن مورد بعدی که حالا اینجا بخوایم بهش بدیم دو تا کار ما بعد بکنیم بچه یه دونه این تصویر رو میخوایم حالا این هم وقتی که میره این تصویر میخوایم کوچکتر هم بکنیم من میام همین رو بر میدارم کجا بودیم اینجا میگم آقای ایمیج باکس یه دونه ایمیج داخل شما هستش یه دونه آی ام جی داریم این آی ام جیه میخوام آه... ماکس ویتسش م... خودش 128 پیکسل هست اصابی داریم میتونیم بذاریم مثلا این 100 پیکسل باشه کلا نهایت 100 پیکسل یه کوچولی مسطح باشن و این اتفاقی هم که حالا روی ایشون قرار بیفته توی ترانزیشن نیم ثانیه مطابق با همونها نیم سکن و به صورت ایز این اوت اتفاق بیفته حالا یه دونه هم همین رو برمیداریم میگیم اگر که هاور شدی یه همه چیز داره کوچیک میشه شما برو ماکس ویتس تو بکن 75 پیکسل اوکی خب اینجا اگه بیان میبینید که کوچیک میشه و اینم در یه قالبی داره این اتفاق براش میفته کوچیک شدن در یه قالب حالا انیمیشن تقریبا نیم با دوستان هستش یه مورد هم اینجا گفتم حالا بعدا نگاه کنیم این اوورفلو هیدن اگه من این ها بردارم میبینیم که از این کناره ها میزنه بیرون اوکی حتی اون متن حالا چون رفته زیر ولی اون پوشش داریم ما اون رو دیزاین انش رو مثلا میبینیم ولی ما اوورفلو رو نگه میداریم که وقتی حالا کارمون رو خواست انجام این اگه چیزی هم هست بره پشت یعنی دیگه نشون داده نشه از فضای خود این دیوه بیرون نیادش خب مورد بعدی بحث حالا از زبار هم ببینیم کارمون رو اگه من اینجا حالا رفرش کنم محض اطمینا میبینیم که یه همچه حالت اینجا خیلی فضا بهتر خب حالت بعدی من میخوام برم سر وقت حالا دیزاین کردن این تکست های پشت تایتل داریم یه دونه متن و یه دونه دکمه خب اینجا میگیم چی؟ میگیم که آقای دات کانتینر توی دات کارده دات کارد شما یه دونه دات کانتنت داری خب ایشونو رو میخوایم چیکار کنیم بچه پوزیشن ایشون ابسولوته خودم میخوام بهش فضا بدم و این قرار بیا بچسب به این سمت راست من پس میگم آقا راست شما رایتت صفره بچسب به راست پرنته خب ارزش چقدر حالا اگه بگیریم ایشون اومده حالا چسبیده البته تو توی مرگر ببینیم بهتر این جوش کامل اومدن چسب این طرف بچه اوکی خب حالا ارزش چقدر؟ فیتس مونومی هم میگیم دوباره میخوام حساب کنی برام از 100 درصد 75 پیکسل کم کن این 75 پیکسل چیه همون میزانیه که ما اونجا تو لفت داریم گفتیم 150 تا 75 تا بیرون 75 تا داخل اوکی پس اگه اینجا بدم میبینی که این اومد دقیقا اینجا قرار گرفتش اوکی فیتس چه این طرف و بهش همین فضا دادیم هایت رو میگم آقا شما کلا کل فضا رو به عنوان هایتت بگیر یه پدینگ هم میدم میگم پدینگ شما 20 پیکسل حالا اون پدینگ رو بالا گفتیم بچه‌ها تو بوردر باکس هستیم دیگه کل فضا شامل این میشه پس یه 20 پیکسل هم از طرفین فاصله گرفت دیگه به اینم نچسبیده و توی خود همون فضا هم مونده خب دیسپلی این دوستان رو هم فلکس دیسپلیش رو فلکس میذاریم جستیفای کانتنت سنتر همه میخوایم الاین هم سنتر اوکی یه همچین فضایی خواهیم داشت به صورت حالا پشت سر هم هم قرار گرفتم که حالا اینو بعد بیام درستش کنم توی چیزمون هم ببینیم این به صورت پشتر هم به حالت همون فلکس بودن قرار گرفتن اوکی خب حالا مورد بعدی که میخوایم انجام بدیم بیایم به اینو برداریم بگیم آقا شما یه دونه H3 داخلت هست H3 H3 اوکی یکم فونت سایزشو رو می‌خوایم بزرگ کنیم و یه مارجین هم بهش بدیم میگیم آقا فونت سایز شما باشه 24 پیکسل اوکی و یه ام باتم هم بهش بدیم بگیم مارجین باتم میخوام نسبت به پایین شما 5 پیکسل چیز داشته باشی الان حالت فاصله داشته باشی ورد بعدی حالا اچ تری هم که دادیم چرا اینها فلکسشون داشتن خب من اومدم به کانتنت گفتم که شما فلکسی میتونیم بچه بچا فلکس ریکشن کالم بدیم ولی خب دوباره سنترایز میشن همه چیز اینجا بذار من این دیو کانتنت رو دارم یه دیو توی این تعریف میکنم اینا رو میبرم میذارم توی این دیو اوکی برای دیزاین آه الان بهتر شد روی هم قرار گرفتن و حالا اون اتفاقی که میخواستیم بیفته افتاد اینجا بریم تو محیط مرگر ببینیم آره اوکی الان اینجا اوکی پس من یه دونه دیف باید اینجا تعریف کنم اناسورم رو توی دیف میذارم این دیور رو چیز میکنیم این دیور رو اومدیم بهش گفتیم شما دیسپلی فلکس هستین و این خودش اومده وسط چین شده ولی سایر مثلا اون استایل سنترال این که بهش دادیم تمون نیاز نیست بذاریم ببینم ما یه دونه دیف داریم یه دونه هم اینجا اینجا می‌بندیمش و بدون فرمت داکیومنت اوکی الان اوکیه تو موگر ببینیم بله ایشون هم بله بله و بله اوکی خب حالا اینجا اتفاقی که می‌افته من اگر به ایشون حالا اینو سنترایزش کنم آره اینو برای سنترایز کردن خود اون دیو خوب بچا یعنی همه چیز اون وسطه باشه اوکی کاری با این نداره حالا میخوایم بریم تگ اچ هم که دادیم میمونه تگ ای ام همین رو برمیدارم تا یه هم یه دونه فرمت کنیم دیگه کارمون تقریبا تمومه اینجا میگیم که دیسپلی ایشون این لاین بلاک باشه اوکی اه، یه مارجین تاپ هم بهش بدیم بگیم آقا شما از اون بالا اگه اینجا دقت کنین حالا خیلی به با اون بالا چسبیده یا توی وبمون دقت کنیم این خیلی چسبیده به با اون بالا میگیم آقا شما مارجین تاپ 10 پیکسل از بالا فاصله بگیر بعد پدینگ هم بهش بدیم میگم آقا از اطرافت هم وقتی میخوام به بردر اون حالا بکراند بدم این ها پیکسل از بالا پایین و 10 پیکسل از این طرف اون طرف فضا بگی برای خودت تکست دکوریشنت رو نمیخوام بکراندش رو میدیم نمبر سه, سه, سه. همین رنگ روشن تره و کالر رو میدیم نمبر اف اف و ماوس رو هم و پوینتر رو هم, رو هم روی کرسر رو هم روی پوینتر میذاریم اوکی خب تو مرورگر ببینیم بهتره جلوش اوکی ایشون میاد بعد روی چیکار کردیم ما اینجا h3 نه اینو تگ a بعد بذاریم اوکی بیایم توی مرورگر خب این دقیقه هم باتنی است که اونجا داشتیم حالا به خود باتن هم میتونیم افکت بدیم ولی دیگه لازم نیستش نیاز نداره حالا میخوام بریم سر وقت چیز کردن بچه‌ها اینو ما یکم ریسپانسیوش کنیم برای ریسپانسیو کردن مثلا این الان هزار پیکسل ما داریم میگیم مثلا تا سخت 992 پیکسل مثلا 990 پیکسل اینا اگه اومدن یه ستونه باشه خب کافی بیام اینجا بگیم که آقا از طریق حالا مدیا مدیا میگیم که اگر ایشون ماکس ویتسش دو 992 پیکسل اوکی بود میخوام یه اتفاقاتی بیفته میگه چه کارایی میخوام بکنیم می که کانتینر دات کانتینر یعنی میخوام کل فضا رو بگیره نمیخوام 1000 هزار پیکسل باشه کل فضا رو بهش بده تو این حالته فلکس دایرکشن بچا اینجا بهش کالم میدم میام ستونی باش همون اوردری که داشتی ستونی باش الاین آیتمز رو هم می‌کنیم. سنتر همه چیز وسط چین میشه اوکی پس الان اومد اینجا این اتفاق افتاد حالا اینا هم یه کوچولو برشون تغییر بده ولی این افکت همون یعنی این موسی میره اون کنار قرم. این چیز آیتم آیکون کنار قرم. بعد میام میگیم که آقای دات کانتینر دات کارت شما چیزی که ازت میخوام ارزت بشه 400 پیکسل اونجا بچا دیگه با چیز داشتیم میدادیم به صورت چی میگن درصدی داده شده 45 درصد اینجا میگم نه 400 پیکسل باش اوکی پس میاد کنار و اینها میال فضا خودشون دارن اون پایین بیرون نمیزنه اینم از این خب اینا هم به همین صورته با اینا هم همین صورت و ایشون هم به همین صورت اوکی پس این اولین حالا کاری که میخواستیم بکنیم به این صورت بود که من رسیدم به 992 پیکسل حالا یه دونه این رو دوباره برمی‌دارم می یا میگم آقا اگه تا 700 و 768 پیک... پیکسل بودی اینجا یه تغییراتی هم باید بکنم اینجا آه... میایم میگیم که چی اینو برداریم دوباره ما روی کانتینره م... و حالا ایمیج باکس میخوایم یه کارایی بکنیم کانتینر رو برمیدارم یه جای حالت موبایل ویو دیگه در نظرش بگیریم یه موقع اول که اول که هر اتفاقی که افتاد این دات کانتینره دات کاردش میتوش بشه 300 پیکسل کمتر از هم نمیشه 300 پیکسل اوکی فلکس دیرکشن این آقای کارد بچه ها اوکی که این بالا باش کار کردیم فلکس دیرکشن آقای کارد کجا هستش خود کارد رو دیسپل فلکس رو دادیم ولی باشی کار نکردیم میگیم اینم به صورت ستونی بیا کار کن یعنی همه چیز دیگه زیر هم میخوام قرار بگیره فلکس دیرکشن به صورت کالم باشه اوکی و هایتت رو هم به صورت خودکار تنظیم کن خب اینا فعلا اتفاق افتاد و اتفاق بدیه درستش میکنیم بعد میام میریم میگیم که همینا رو بردار یه IMG آی باکس داشتیم ما IMG آی باکس. توی IMG آی ای باکس اون بچه ها میگیم پوزیشن میخوایم دیگه ابسولوت نباشه و باشه سر جای خودش قرار بگیره تو نورمال فلو حالا اگه دوستان دیگه خواستیم تغییرش بدیم بتونیم کار رو انجام بیر. بعد دو تا کار دیگه هم بعد بکنیم بچه ها میگیم که حالا این هاورش رو فعلا ول کنیم بریم سر وقت کانتنتمون اینو برمی‌داریم میگم آقا ایشون هم یه کانتنتی داخلش بود تگ حالا هم به قول چیز کانتنت اون دیو کانتنتمون پوزیشن ایشون هم میدم رلاتیو و این بار ویتسش رو میدم 100 درصد چون دیگه اون آیکونه قرار بالاش نشون داده بشه اوکی پس این اومد این بالا فعلا حالا ما برای این هاور کردن برای چاره بیاندیشیم ولی کانتنت اومد پایین و اوکی خب اینجا میام میگم که آقای آی جی باکس یا خودت یا زمانی که اصلا داری هاور میشی چون این دوتا رو ما قبلا داده بودیم دات هاور این دو حالت رو ما قبلا داده بودیم که حالا باشی سری کارهای انجام بدیم میگم ویتست میخوام بشه 100 درصد تو همون جایی که هستی هایتت دیویس پیکسل اوکی بچسبم به, به اون بالا لفت تام اون بالا بچسب اوکی پس بچا این چسبید اون بالا دیزاین اون بالا است و وقتی هم میرم شاله اتفاق کوچولی میفته حالا میایم سر وقت خود ام آی ام جی که تو این هستش ما نمیخوام کنه کوچیک بشه این دو تا رو برمی داریم میایم اینجا میگیم که آقا یه دونه آی ام جی هم بعد این دوستان هستش و اینجا هم یه دونه ام جی داریم اینجا دیگه بچه ماکس ویت رو میذاریم همون چیزی که قبلا داده بودیم صد پیکسل همین رو برمی داریم پایین این واقعا توی حالت دیگه تو هم نمیخواد کوچیک بشی فقط وقتی که رفتیم رو تغییر رنگ بده اون حالا پایینیه دیگه به خیال اون چیز پایینش اوکی بس به این حالت اتفاق میفته و اینجا این اتفاق داریم و به همین صورت هر هم کوچیک کنیم این اتفاق دیگه داریم بزرگ که میشه الان دیگه از هم 760 رفت کنار یه سری باکس هایی داریم که همون انیمیشن رو روش داریم و اریای خیلی بزرگش بخوایم بکنیم توی خود مرورگر همون حالت عادی که داریم رفرش کنیم همون حالت رو اینجا خواهیم داشت یه جای ریسپانسیف بودن رو ایجاد کردیم براشون خب این کلیت مطالب بود حالا هم ریسپانسیو بودن رو یه مروری کردیم که بر اساس سایز صفحات این اتفاق میفته و اون حالا کلاس هایی که بالا تغییر دادیم اینجا باید بیایم باهاشون کار کنیم اه... میتونیم بچه اینو هم بیایم اه... توی حالت کوچیک کنیم بزنیم فونت رو هم بیاریم فونت بزرگ بیایم بگیم که توی این آقا این آقای بیفور فونت سایزش مثلا باشه 5 ام این دیزاین اومد تو لانچ هم اومد حالا 4 و نیم نیست 4.5 ام همه رو داریم ارن و کود این هم داریم که دیگه ترکیب زارش بهتر باشه پس توی هر بخش تو این تگای میدیامون مشخص کنیم که چه کلاس های بعد از بشن اونهایی که بعدش تغییر میدیم تغییر میکنه و استایل که از قبل دادیم میمونن یه جای اوورراید میکنیم این حالت برای سه سایز انجام دادیم سایز اصلیمون سایز تا 992 پیکسل و سایز تا سایز تا 768 پیکسل و کارها و اتفاقاتی که حالا افتاده میتونه ایده های خوبی برای طراحی بخش های مختلف سایتتون بهتون بده امیدوارم که مطالب این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه خوشحال میشم که در بخش نظرات و کامنت ها رو با من در میون بگذارین و حالا در مورد ایده ای که صحبت شد نظراتتون رو بگین تا یک جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار